قسمت 17. هیچ جاده‌ای در زندگی بن‌بست نیست. اگر باور نمی‌کنی چند قدم جلوتر برو. جاده‌ای دیگری باز می‌شود. تا وقتی نشسته باشیم همه جا بن‌بست است. من عادت به نشستن نداشتم. از روز دفترخانه 3 روز گذشته بود و خبری از علی نبود. مادرشم به سردی جوابم را می‌داد. باید حاجی را می‌دیدم. گرچه ممکن بود بهایش سنگین باشد. این بار مرا در دفترش پذیرا شد. حسم می گفت این خوب نیست. گفت سید خانم، منم آدمم، حس شما رو می فهمم، ولی قسم می خورم که نمی دونستم اون روز عقدتونه. بعد از نجات اون دو اسیر ما از علی خواستیم یه سری از جوانای بوسنی رو تعلیم نظامی بده. بوی جنگ میاد. برای اینکه کسی به شک نکنه باید یه زن بوسنیایی می گرفت، اما اون مأموریت رو ول کرد. اومد از من مدارکش رو خواست. ترسیدم بخواین با هم فرار کنین. باور نمی کردم دکتری اسریبی به همین راحتی اجازه عقد دخترشو بده. باور کن نمی دونستم دفترخونه قرار دارید. علی خیلی پاکه، اما یه دفعه می زنه به سیم آخر. گفتم شاید راضیت کرده به فرار. اینجوری هم ما جلوی پدرت شرمنده می شدیم، هم علی رو از دست می دادیم. اون یکی از بهترینای ماست. از همون سربازیش فهمیدم. از شما معذرت می خوام، اما بدون مثل پسر خودم دوستش دارم. گفتم حالا کجاست؟ گفت فرستادیمش بوسنی. یکی از چریکاشون یه دختر جوون افتاده دست سربا. به علی احتیاج داشتیم. راه و چاه نفوذ و بلده. اجازه تماس نداشت، اما یه نامه برات گذاشته. پس پوستچی من برایم نامه فرستاده بود. در راه نامه را به قلبم چسبانده بودم. دست خط عاشق خودش بود. چیست دایه جان؟ آشنایی با تو قسمت بود، اما ادامش سرنوشت ماست. چند ماه دیگر صبوری کن. من اگر بهشت هم دعوت شوم بی تو نمی روم. پشت در بهشت می مانم تا تو بیایی. من تو را همسر خود می دانم. گرچه اسم من در شناسنامه هم نیست، اما مهر خدا روی دلهای ما خورده است. همین کافی است. بقیه نامه را چند بار خواندم و فهمیدم که حالا علی هم پا به پای من عاشق است. همراه که داشته باشی تمام جاده های بن‌بست جهان را عبور می کنی. صبر می کنم علی. چند ماه که چیزی نیست. در عوض عمری شریک همیم. نمایش سرخ سوزان را با الهام از عشق خودم شروع کردم. امین زندگانی بازیگر نقش اصلیم. اولین کارش در فجر بود. از من پرسید این شخصیت ها را از کجا آوردی؟ نگاهش کردم. واقعیت. هر روز به یاد علی تمرین را شروع می کردم. دلم می گفت اگر این نمایش موفق شود خبری از علی می رسد. در جشنواره دانشجویی اصغر فرهادی هم رقیبم بود. برایم آرزوی موفقیت کرد و کار درخشید. کار برتر شد و به فجر می رفت. همون روز زنگ زدن. علی دست سرپا افتاده. دختره رو نجات داد، اما خودشو گرفتن. جنگ شروع شده بود. بوسنی و قلب من در آتش و خون. تیتر اخبار.